به شما عزیزان در هر کجای ایران که هستید، شمال، جنوب، شرق و غرب ایران، هر کجای ایران که هستید سلام میگویم. به شما عزیزان در دیگر نقاط جهان نیز که به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید سلام میگویم. به مردمان نازنین خوزستان که درگیر با هوای مسموم شدند، در حالی که گزارش هایی که رسانه های دولتی نیز منتشر می کنند، حکومت فقیه، حکومت برآمده از انقلاب اسلامی، هیچ گونه اقدام مؤثر و فوری برای رفع مسمومیت هوا در خوزستان به عمل نیاورده است. در برنامه امشب تفسیر خبر ساعت 9:30 شب به وقت تهران، یک بعد از ظهر آفتابی واشنگتن، چون دوشنبه شبهای پیشین، به مسئله نقض حقوق بشر در ایران میپردازیم. از آزادی بیان، از فقدان آزادی بیان تا مسمومیت هوا در ایران. حکومت برآمده از انقلاب اسلامی در ایران چه اقداماتی را در جهت تأمین حقوق بشر انجام داد و چه اقداماتی را در جهت نقض حقوق بشر؟ کارنامه جمهوری اسلامی را در این زمینه بررسی می‌کنیم. اعدام‌های فزاینده روزافزون. از 23 بهمن ماه 1357 که آیت الله روحانی، آیت الله خمینی و دیگر روحانیون شیعه در ایران بر مسند قدرت تکه زدند، انسان ایرانی با چه مشکلاتی روبرو شد؟ دختران ایرانی، دانشجویان، معلمان، وکلای دادگستری، کارگران، همه اقشار مردم ایران، حتی وکلای دادگستری به طور بی سابقه در حکومت فقیه به زندان رفتند. با من و شما هستند در برنامه امشب تفسیر خبر. برای نخستین بار در دور جدید تفسیر خبر، آقای پیمان عارف، حقوقدان و عضو جبهه ملی که بخشی از جوانی خود را در زندانهای جمهوری اسلامی گذرانده و شلاق فقیه، حکومت فقیه بر گرده او نواخته شد. آنسو آقای محمد مصطفی، حقوقدان و وکیل دادگستری. همراه با دو میهمان گرامی برنامه مرور میکنیم کارنامه حقوق بشر، یا بهتر است بگوییم نقض حقوق بشر در ایران پس از انقلاب را. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستم برای نخستین بار آقای پیمان عارف، نخستین بار در دور جدید تفسیر خبر. پیمان عارف در زمانهای دانشجویی و پس از آن چندین بار به زندان رفتند، مورد شکنجه قرار گرفتند و شلاق حکومت فقیه نیز بر گرده او نواخته شد. پیمان عارف به تازگی از ایران خارج شده و در ترکیه تحصیلات خودشونو در زمینه حقوق در مقطع دکترا ادامه میدن. خوشحال هستیم که سالم هستند و با من و شما در تفسیر خبر. به نمایندگی از شما عزیزان خوش آمد میگیم به آقای پیمان عارف گرامی. سلام. سلام فلکی عزیز، سلام عرض میکنم خدمتتون و بینندگان ارجمند شما.
و بسیار مفتخرم که در خدمت شما و بیننده شما هستم. آقای مصطفی گرامی که نیاز به معرفی بیشتری ندارند، سلام و خوش آمد به شما. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین آقای پیمان عزیز و همچنین دیگه مسلماً بینندگان محترم ارجمند که تصویر ما رو می‌بینند. در واقع به نحوی هم من هم آقای مصطفی میزبان مهمان جدیدمون هستیم، آقای پیمان عارف گرامی. پیمان عزیز، سوال ما این هست برای آشنایی بیشتر بینندگان، شما مجموعا چقدر به زندان رفتید و اتهام شما چه؟ من در واقع با پرونده مکرری مواجه بودم. از سال 1381 در واقع پرونده های مکرری رو من داشتم. در یک پرونده به یک سال و نیم زندان محکوم شدم توسط قاضی حداد حسن زاره دهنویی، در زمانی که ایشون قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب بودند. به تام اجتماع و توانی از طریق سخنرانی در دانشگاه، اون موقع ترم سوم دانشکده حقوق بودم و پرونده‌های بعدی آمد تا سال 88 که دیگه بعد از انتخابات در واقع فردا یا پس فردای آخرین مصاحبه‌ای که من با همین برنامه تفسیر خبر هم اتفاقا داشتم بازداشت شدم دوباره و اتهام تبلیغ علیه نظام، عضویت در جبهه ملی ایران، اخوانت به رئیس جمهور احمدی نژاد و این اتهامات در واقع تفهیم شد. نهایتا قاضی پیرعباسی، قاضی وقت شعبه 26 دادگاه انقلاب هم یک سال دیگر 74 ضرب شلاق افزودن در این پرونده که مجرم شد 2.5 سال و 74 ضرب شلاق. و اخیرا هم که یک پرونده جدیدی دارم که قاضی مقیسه شعبه 28 باز هم یک سال دیگه به تام تبلیغ علیه نظام در واقع حکم صادر کردن که قطعیت هم پیدا کرد و من خارج شدم از کشور. و به شما اجازه ادامه تحصیل در واقع اشاره کردید که به نحوی که ندادن برای در مقطع دکترا نیست؟ بله، در واقع جلوی ادامه تحصیل من از سال 85 در واقع گرفته شده، یعنی 8 سال پیش. اون هم زمانی بود که من یونیورسیتی از تز فوق لیسانس هم دفاع میکردم. به یک باره نامه آمد از طرف هیئت گزینش استاد و دانشجو به آیت الله امید زنجانی، مرحوم امید زنجانی رئیس معمم وقت دانشگاه تهران، که من اون موقع مثلا تصور بفرمید فوق لیسانس تمام کرده بودم و در مرحله تزم بودم. نامه آمد که پیمان عارف از ابتدایی که وارد دوره فوق لیسانس شده است فاقد صلاحیت عمومی، اون چه که تحت عنوان صلاحیت عمومی در واقع و صلاحیت سیاسی یا عقیدتی فی الواقع گفته میشه، فاقد صلاحیت عمومی بوده است و هرچه زودتر جلوی ادامه تحصیل نامورده گرفته، کارت دانشجوی نامورده ضبط گردیده، فایل آموزشی نامورده بسته شود و خلاصه پدر نامورده در آورده شود. و من فروردین 85 از فوق لیسانس افراغ شدم، رفتم و در واقع دادخواست دادم دیوان عدالت اداری. به فاصله آقای شارنگی 5 ماه من رأی گرفتم، یعنی مهر ماه 85 رأی صادر شد به نفع من. شعبه 4 دیوان عدالت به نفع من رأی صادر کرد، ولی همون رأی دیوان عدالت اداری نظام و جمهوری اسلامی ایران قریب به 6 سال بعد اجرا شد. یعنی در واقع من سربازیم رو رفتم، 88 شد، بازداشتم و شدم زندانم رفتم و آمدم، انتهای طلب از فوق لیسانس هم تونستم دفاع بکنم و بعد هم 91 یک بار دکترا پذیرفته شدم که اجازه دادن، 93 هم بار دوم که حتی تو دولت روحانی هم متاسفانه این امکان رو به من داده نشد. بله آقای مصطفی عزیز، به بخش کوچکی اشاره کردن آقای پیمان عارف که همین بخش کوچک چه اثرات مخربی در زندگی یک جوان ایرانی و یک شهروند ایرانی داره. پرسش من از شما این هست که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تا چند اندازه قضاتی که وجود دارن هستن در اونجا
اینا مشروعیت دارن و صلاحیت دارن. آقای منتظری در نوشته های خاطرات خودشون به این موضوع خیلی اشاره کردن که در همون اوایل انقلاب نه چون این صلاحیتی رو نداشت، حتی با ضوابط یک حکومت مثلا اسلامی. ببینید در سیستم قضایی ما قضات دو دسته هستن. یک دسته از قضات هستن که اونها درس خوانده حقوق هستن یا حتی به خارج از کشور رفتن و قوانین بین المللی رو بهش آگاه هستن، و یک دسته از قضات هستن که اونها قوانین حقوقی رو بهش آشنا نیستن، حقوقدان نیستن، اونها فقیه هستن و از حوزه های علمی قم بیرون آمدند و یا دانشگاه امام صادق و حتی علوم قضایی. قضات دسته اول من میتونم بگم که نسبتاً قضات خیلی خوبی هستند اونها، ولی در رابطه با پرونده های مدنی یا کیفری های خاصی قضاوت میکنن. اما قضاتی که دسته دوم هستن اونها از جمله قضاتی هستن که از طرف رئیس قوه قضاییه به این افراد احکامی داده میشه که یا مراجعی رو بهشون سپرده میشه که اونها کاملا عدم استقلال دارن نسبت به دستگاه قضایی، با دستگاه امنیتی هستن و یا در پرونده های کیفری خیلی سنگین قضاوت میکنن. من این دسته از قضات رو اصلا قاضی نمیدونم. قاضی که استقلال نداشته باشه، قاضی که حقوق خوانده نباشه و قاضی که قوانین بین الملل و قوانین داخلی رو بهش آگاه نباشه، این قاضی قاضی نیست. قاضی باید صرف نظر از این که تمام این موارد رو داشته باشه، جامعه شناسی بلد باشه، روان شناسی بلد باشه، که عمده قضات ما در سیستم قضایی این صلاحیت ها رو ندارن، به خصوص این که بخشنامه های بسیار زیادی در سالهای گذشته صادر شد، چه در دوره آقای یزدی، چه در دوره آقای شاهرودی و چه در دوره آقای لاریجانی، مبنی بر این که قضات از عمدتاً از حوزه علمی قم انتخاب یا از دانشکده علوم قضایی و یا دانشکده امامزاده، یعنی قضات از جمله کسانی باشند که فقه خونده باشند. یعنی دقیقاً آنچه که ما بهش خواهیم رسید قوانین 1400 سال پیش هستش که در حال حاضر به نوعی به صورت غیرقانونی در بعضی از جاها مثل عراق و گروه های تروریستی انجام میدن، نسبتاً حالا جمهوری اسلامی به این صورت نیست، ولی میتونم بگم کاری که انجام میدن به صورت قانونی بر اساس نوشته‌ای که دارم به تصویب مجلس رسیده، اونها هم احکامی رو صادر میکنن و احکامی رو اجرا میکنن که در حال حاضر این احکام اصلا جایگاه اجتماعی نداره، مبتنی بر حقوق بشر نیست. به هر حال اگر قاضی عادلی باشه میباید حقوق‌خوان باشه، یا اینکه سرد و گرم قوه قضاییه رو چشیده باشه و بتونه به خوبی بد رو از خوب تشخیص بده با توجه به بله زمان معاصر. اما یک نکته رو اشاره کردید شما که گروه های اسلامی در عراق و جاهای دیگه انجام میدن و در ایران حالا کمتر انجام میدن، این اشاره کردید، ولی ما وقتی به گذشته برمیگردیم آقای مصطفی میبینیم همین کارهایی که گروه های اسلام داعش اینا انجام برای من در ایران به طور وسیع‌تری انجام شد. یعنی تعداد سخنم در حال حاضر بود، حالا بلد. پیشرفت تکنولوژی، بعد پیشرفت دانش ایرانی ها، اینها مزید بر علت شد که ما یه مقداری وضعیت بهتری داشته باشیم. بله من بارها و بارها به کرات شنیده بودم و حتی بر پرونده های مختلفی که کارآموز بودم دیده بودم که یه جوانی که لواط کرده از کوه پرتش کردن پایین، یا اون زمان ها بود که از طریق اسلحه
شلیک میکشتن، تیرباران میکردن و اعدام میکردن و خیلی از موارد دیگه. یادمه که خود من یک بار آستین کوتاه تنم بودش، من رو گرفتن بردن تمام دو تا آستین من رو رنگ زدن، حالا رنگ سبز به آستینای به دست من زدن. خب این واقعا باعث یه نوعی خجالت من شد بین دوستانم. ولی بله، البته من یه توضیح در پرانتز بدم که این رنگ سبز رو که بعد دست و پای به خصوص دختران هم میزنن در اوایل بعد از انقلاب گرفته شده بود از اقداماتی که دولت معمر قذافی انجام میداد. فراموش نکنیم که بسیاری از انقلابیون ما متأثر و ستایشگر کسانی چون معمر قذافی بودن و بشار اسد و مبتکر و مبشر چون این اقدامی یکی از جوانان انقلابی همراه آیت الله خمینی بود که به مقاماتی نیز رسید و البته امروز از اصلاح طلبانیش که از چنگای صحبت و سخن از کارل پوپر و هابرماس هم به میون میارن در پشت نقاب تازه و چنین و چنان. این رویدادها هست متاسفانه در تاریخ معاصر ما. اما برگردیم به آقای پیمان عارف عزیز و پیش از اون من اشاره بکنم در اقداماتی که انجام دادن کشتار زندانیان بود، کشتار اسیران بود، تمام اینها پس از انقلاب انجام شده در ایران، آنچه که امروز داعش و بقیه انجام میده. آقای پیمان عارف عزیز، شما آماری آیا وجود دارد که به طور کلی چه تعداد دانشجو در مقطع دانشجویی، چه تعداد شهروند ایرانی دختر و پسر در مقطع دانشجویی در حکومت برآمد از انقلاب به زندان رفتن، شکنجه شدن، جان خودشون از دست دادن؟ بله، من فقط یک نکته قبل از اینکه به این پرسش پاسخ بدم، یک نکته رو اضافه بکنم به فرمایش جناب مصطفی عزیز. علاوه بر قضات حقیق و قضات حقوقدان، به ویژه در از نیمه دوم دهه 70 به بعد، من گمان میکنم ما با یک دسته سومی از قضات هم مواجه هستیم که من اسمشون رو میگذارم قضات معزول یا قضات منصوب، یعنی قضاتی که معزول از مقام در واقع شخص اول نظام هستند و به ویژه این نوع قضات رو در پس از وقایع 88 هم به نحو پررنگ‌تری داشتیم. این نوع قضات هم عمدتاً نه فقیه هستند آقای سالنگی، نه حتی توان و سواد فقهی لازم و دانش فقهی لازم رو دارند و نه اینکه حقوقدان هستند. مثلا من یکی از تجارب خودم رو عرض میکنم، دادیار اجرای احکام سابق دادسرای اوین، دادسرای امنیت که اکنون دادیار ناظر و محکومان امنیتی هست، ایشون همون کسی بودن که روزی که من حکم 74 ضرب شلاق اهانت به رئیس جمهور رو در مورد من 17 مهر 90 اجرا کردن میبایستی حضور میداشتن و در واقع نظارت میکردن بر حسن اجرا و انطباق نحوه اجرای حکم با موازین قانونی و شرعی. بعد از اینکه این اتفاق نیفتاد و ایشون در واقع در یک برنامه سیستماتیکی خارج شده بودن که مقام غیر قضایی در واقع یک مقام انتظامی مباشر اجرای حکم بوده باشد، بعد از 20 روز دوباره من رو بازداشت کردن و در بهشت زهرا بر سر خاک ندا آقا سلطان و پیش ایشون برده بودن، با ایشون داشتم بحث میکردم، در یک جایی از بحثم بهش گفتم که خب این مثلا تا اینجا منحیث بحث حقوقی هم، حال میخوام که منحیث بحث فقهی شو هم به شما بگم. یه نگاهی به من کرد، جوانکی شاید از خود من هم کم سن و سال تر این آقا، یه نگاهی به من کرد و گفت آقای عارف من که حقوقدان نیستم. گفتم خب بسیار خب، یعنی گمان کردم منظورش این است که حقوقدان نیستم یعنی فقه‌خوانده هستم. گفتم که خب شما پس منحیث بحث فقهی امر من شما بحث رو با شما باز میکنم.
گفت والا من فقیه هم نیستم، یعنی فقه‌خونده هم نیستم. من حقیقتش عصبانی شدم، گفتم خب مرد حسابی، مرد مؤمن، مسلمان، هر چه که هستی، تو پشت این میز نشستی و حقوق داری میگیری، ولی هیچ گونه صلاحیتی در واقع برای اینکه پشت این میز نشسته باشی نداری. اینها در واقع اوضاع معزول هستن، به ویژه در دادگاه انقلاب، که کارشون این است که هر آنچه که نهاد امنیتی، هر تصمیمی که نهاد امنیتی در مورد اون فرد، در مورد اون متهم میگیرد، حالا نهاد امنیتی میتواند که وزارت اطلاعات باشد یا سپاه باشد، کار قضات معزول این است که در واقع نظریه اداره حقوقی وزارت اطلاعات رو به دادنامه تبدیل بکند، یعنی در واقع جملات آغازین و پایانی نظریه اداره حقوقی وزارت اطلاعات رو که حتی تا مدت زمان محکومیت متهم هم پیشنهاد می کند، یعنی مثلا می نویسد که پیمان عارف چنین و چنان است، در پایان هم می نویسد از نظر ما برایشون این مقدار زندان مناسب است. ولی واقع هم این است که ببینید اساسا نظام برآمده از در واقع انقلاب اسلامی، به ویژه در واقع بعد از سالهای 60، یک جهتگیری ضد دانشگاهی همواره داشته، یعنی بسیار راه کوتاهی بوده راه دانشگاه تا زندان. من واقعا آماری از دانشگاهیان زندانی یا آسیب دیده یا اعدام شده ندادم، ولی اون چیزی که مسلم است این است که از دهه 60 تا کنون، من در یک مقاله چند سال پیش نوشته بودم که شاید راه دانشگاه تا اوین رو فقط توبان شیخ فضل‌الله چمران است که هموار می سازد، و واقعا هم همین بوده، یعنی با یک اتوبانی ما از دانشگاه به سمت زندان در حرکت بودیم. دانشگاهیان ما به واسطه خرد خودبنیاد و نقادی که اقتضاء نهاد آکادمی هست، اقتضاء نهاد دانشگاه هست، طبعا در واقع نقد پرور و مستعد خرد منتقدانه و نقادانه بودن، و متاسفانه این سوگیری نظام و تحمل ناپذیری و در واقع مدارا ستیزی نظام سیاسی مستقر موجب این شده است که دانشگاهیان ما محرومیت از تحصیل، زندان‌های طویل مدت ببینید رو تحمل بکنند. نماد دانشگاه پس از انقلاب، یعنی اگر شما یک فرد رو عنوان نماد آکادمی بعد از انقلاب بخواید تلقی بکنید، اولین رئیس دانشگاه تهران آقای دکتر ملکی هست. سرنوشت ایشون به نظر من و در واقع داستان زندگی ایشون بعد از انقلاب، داستان نمادی از داستان، به همون اندازه که خودشون نماد دانشگاه هستن، سرنوشت ایشون هم نمادی از دانشگاه ایرانی پس از انقلاب هست. بله، که زندان و بعد بسیار مصاحبی که زندان و بله مصاحبی که بعد. خب آقای مصطفی عزیز، در مورد دانشجویان خب بسیار مشکله در همه جای ایران، نه تنها در تهران، در شهرستان هم بوده دانشجویان بسیاری که به زندان رفتن، شکنجه شدن، به قتل رسیدن. اما این برای نخستین بار هست که در تاریخ ایران، در تاریخ معاصر ایران، وکلای دادگستری به این تعداد به زندان میرن و در جهان تقریبا به این تعداد بی سابقه است. شما سابقه دارید آقای مصطفی؟ تو ترکیه اخیرا این اتفاق افتاده بوده، ولی خب ببینید وکلای دادگستری کسانی هستن، وکلای دادگستری به صورت کلی خدمتتون عرض بگم، از جمله جامعه حرفه‌ای خطرناک برای یک دیکتاتور هستن. یعنی در این حکومت میشه تعبیر کرد که یعنی جنگ فقه هست. اصلا هر دیکتاتوری، هر دیکتاتوری یک داستانی بودش که من خوندم، میگفتن که اگر که میخواهید مثلا اخشاری رو مثلا تحت فشار قرار بدید یا اونا رو از در بدو هم بکشید برای رسیدن به حکومت، اول وکلا رو بکشید.
ولی وکلا خب چون قانون میدونن و اونها خب تقریبا به خوبی وظیفهشون این هست و سوگند میخورن که از حقوق متهمین دفاع بکنن، همیشه در معرض خطر قرار دارن. در معرض خطر قرار گرفتنشون یا از طرف قضات دادگستری هست یا از طرف خود حکومت هست، یعنی دستگاه امنیتی، یا حتی طرفین پرونده ها گاهی اوقات میبینی که امنیت وکلای دادگستری رو به هم میزنند. و چند روز گذشته بود که یه وکیل دادگستری رو به شدت به قتل رسوندن و وکلای زیادی هم هستن که در حال حاضر در زندان هستن. اما اگه که بخوایم برگردیم باز به قبل از انقلاب، قبل از انقلاب که خب وضعیت وکلا خیلی بهتر بود، حتی شاه هم بارها به کانون وکلا هم رفته بود و البته با وکلای زیادی هم ملاقات کرده بود. اما بعد از انقلاب دیگه به خصوص در دادگاه انقلاب وکلای دادگستری حق حضور در محاکم رو نداشتن. الان هم به همین صورته، الان هم در دادگاه های انقلاب وکلای دادگستری کمتر این حق رو دارن که بتوانند از موکلشون به خوبی دفاع بکنن، ولی در دادگاه های دیگر مثل دادگاه های مدنی یا خانواده یا دادگاه های کیفری با موضوع جرایم کم اهمیت، خب وکلای دادگستری بهتر میتونن دفاع بکنن. اما در پرونده های مهم، پرونده های سیاسی، پرونده های امنیتی مثل پرونده‌ای که پیمان عزیز داشتن، خودشون الان میتونن توضیح بدن، ایشون وکیلشون انقدر دستشون باز نبود که بخوان ازش دفاع بکنن، یا زمانی که ایشون در بازداشت بودن این حق رو نداشتن که از وکیل دادگستری استفاده بکنن. به هر حال وکالت از جمله حرفه های با ریسک خطر بالاست و حکومت ها عمدتا از وکلا دادگستری میترسن و به همین دلیل خیلی در صدد این هستن که اختیارات وکلای دادگستری رو محدود بکنن و از استقلال اونها کم بکنن. در حال حاضر هم کانون وکلای دادگستری صرف نظر از اینکه وکلاش اون استقلالی که باید داشته باشند رو ندارن، قوه قضاییه یا افرادی در دولت در صدد این هستن که کانون وکلا رو در اصل از بین ببرن، ریشش رو بخشونن و زیر نظر قوه قضاییه قرار بدن، به گونه ای که قوه قضاییه به راحتی بتونه پروانه اونها رو باطل بکنه، به راحتی بتونه تحت کنترل قرار بده. وکیل دادگستری به صورت کل تنها فردی هست که میتواند از حقوق متهم از زمانی که بازداشت میشود تا آخر دفاع بکند. حالا آقای مصطفی، نکته این هست آیا این دست، یعنی روحانیون شیعه، دستگاه قضایی که میبینیم از همون روز نخست و خلخالی و آقای خمینی و همه کسانی که با انقلاب به قدرت رسیده، آیا این جنگی نیست برای باز پس گرفتن دستگاه قضایی؟ چون مشروطیت و بعدها به مرور در زمان رضاشاه است که دادگستری یا قوه قضایی در رایج در کشور از دست روحانیت شیعه میاد بیرون و یه دادگستری تشکیل میشه، دادگستری مدرن. این حرف بوده که یکی از علل به اصطلاح ضدیت روحانیت شیعه با رضاشاه و پهلوی ها همین، یکیش همین بوده. و بعد از انقلاب خب میان پیروز میشن و حالا میخوان دادگستری رو پس بگیرن، بیارن زیر فرمان و نگین روحانیت شیعه. این جنگ علتش این نیست یا خواست و هدفش این نیست؟ این هم یه تحلیلی هستش که خب خیلی ها بر این باور هستن که در اصل دستگاه قضاییه میخواد خود مختار عمل بکنه. این واقعا وجود داره، اما من با دید حقوقی هم به این قضیه نگاه میکنم. این چیزی که شما فرمودید از دیدگاه سیاسی هست و عمده سیاسیون بر این نظر هستن. نه، عملا در عرصه عملا هم به این صورت هست که از نظر سیاسی باز به همین صورت که شما فرمودید هست و از نظر حقوقی هم محدود کردن اختیارات وکیل دادگستری هم همین معنی رو میده. یعنی اگر که در پرونده های مختلف وکیل دادگستری نتونه قدرت عمل داشته باشه به خوبی از متهم دفاع بکنه،
قاضی میتونه از سلیقه‌های شخصی خودش استفاده بکنه و از قدرت خودش سوء استفاده بکنه. در اصل اون چی که شما فرمودید سوء استفاده کردن از قدرت هست، سوء استفاده کردن از ایدئولوژی خودشون هست، یا سوء استفاده کردن از تختی که بر اون نشستن، مسندی که بر اون نشستن هستش. بلا اگر که قاضی مسند عوض میخوام آقای مصطفی، ولی مسند رو میشه پرانتز باز که اون مسندی که نشسته ولایت فقیه، همه چی هست اگر غیر از این همه چی هست، یکی هستش همه چی هست، یکی میتونه ولی فقیه باشه، یکی میتونه نه قاضی باشه که فقط برای اینکه قاضی دادگستری باشه این کارو میکنه، یکی هست که بخواد از رئیس قوه قضاییه امتیازات بیشتری رو بگیره و رئیس قوه قضایی هم که رهبر ولی فقیر انتخابش میکنه. اینا همه زنجیروار به هم دیگه ارتباط دارن، اینطور نیستش که بی ارتباط باشن. ولی اون قاضی که به هر حال نفع شخصی خودش رو در نظر میگیره یا نفع موقعیتی خودش رو در نظر میگیره، اون قاضی نیست. نمیتونیم به اون از نظر سیاسی و از نظر حقوقی بگیم قاضیه، یعنی این قضاوتش قضاوت نیستش. فقط میشه کوتاه بفرمایید، چون قبل از انقلاب اشاره کردید وکیلی به خاطر وکالتش یا دفاع از زندانی به زندان نرفت، یا دست کم من خبر ندارم، ولی تا اونجایی که من خبر ندارم موقعیت وکالت حتی بله زنان میتونستن به قضاوت برسن، مثل خانم شیرین عبادی که اولین قاضی زن بود در ایران و آزادانه بر مسند قضاوت تکیه میزه. آیا آماری دارید که الان آقای عبدالفتاح سلطانی، آقای سیف‌زاده در زندانه، وکلایی که در زندان هستن چند نفر هستن؟ آقای یداللهی هستن، آقای دانشجو هستن، آقای اسلامی هستن، آقای سیف‌زاده هستن، این وکلا الان در زندان هستن، با اینکه محکومیتشون هم طبق قانون جدید به اتمام رسیده و حق اینو ندارن که اونها رو بیشتر نگه دارن، به دلیل اینکه در گذشته قانون گذشته ما به این صورت بود که اگر یک نفر مرتکب چند جرم بشه، قاضی میتونه مجازات های اون چند جرم رو جمع بکنه و یک مجازات صادر بکنه. مثلا اقدام علیه امنیت کشور 5 سال حبس داشت، یا تبلیغ علیه نظام 1 سال، و مثلا توهین، اینا اگر که همش جمع میشد میشد 10 سال. خب در گذشته قاضی میتونست 10 سال حکم بده، ولی در حال حاضر طبق قانون جدید مجازات اسلامی ماده 134 اون مقرر شده که قاضی صرفا میتونه حد اکثر یک مجازات یک جرم رو بده. یعنی اگر که ما اقدام علیه امنیت کشور رو 6 سال بگیریم، اونو میتونه مجازاتش رو بده. بله دیگه بقیه. و با توجه به اینکه از سال 88 تا الان 5 سال بیشتر گذشته، این کسانی که در حال حاضر در زندان هستند، هم کسانی که وکیل هستند، هم زندانیان سیاسی هستند، اونها کاملا غیر قانونی در زندانن. بله، یعنی میگه قاضی میتونه اکثریت مجازات بده، بالاترین مجازات بده 5 سال، بقیهش دیگه با شکنجهگر و وزارت اطلاعات هست که بر سر امید میر سیافی و بقیه جوانانی که در زندان، افشین اوسانلو و بقیه ستار عزیز و بقیه چه میارن در زندان و کشته میشن. آیا پیمان جان، آیا همین نوشتار قضایی اسلامی یا فقاهتی یا هر چه که هست، همین دستگاه قضایی که یکی از همین لاریجانی های ریز و درشت برش تکه داده، آیا همین ها هم اجرا میشه یا نه در زندان ها یک امپراتوری شکنجه و امپراتوری به اصطلاح وزارت اطلاعات هست که در اونجا حکومت میکنه و کارگزارانش؟ نمونه هاشو اشاره کرد مصطفی. ببینید آقای چارنگی، من معتقدم بخش قابل توجهی از در واقع چه در حوزه قانون اساسی حال حاضر ایران و چه در حوزه قوانین عادی و چه قوانین جزایی ما، بخش هایی هم هست که در واقع ناظر به حقوق ملت هست، ناظر به حقوق متهم هست، ولی اونها هم اجرا نمیشه. در آقای مصطفی در واقع مرادشون
تعدد اعتباری جرم بود و در ماده 46 قانون مجازات سابق هم ما داشتیم. یعنی چه؟ یعنی اینکه شما برای فعل واحد می توانید که عناوین متعددی رو بهش نسبت بدید. یعنی چه؟ یعنی اینکه فعل مثلا سال 88 بنده میام با آقای چالنگی مثلا مصاحبه میکنم، این رو هم میتوان ارجاع داد به ذیل عنوان فعل مثلا تبلیغ علیه نظام، هم میتوان ارجاع داد به ذیل عنوان اجتماع توانی یا اقدام علیه امنیت، هم میتوان ارجاع داد به اهانت به رهبر فعل مثلا. خب اینها ماده 46 قانون سابق میگفت که شما وقتی که تعدد اعتباری جرم داشته باشید نمیتوانید تمام عناوین رو یکجا تفهیم بکنید و محکوم بکنید فرد رو به مجازات تمامی جرائمی که اعتباراً این تعدد در مورد اونها وجود داشت. یعنی به واسطه فعل واحد این تعدد رو شما میتوانستید، این تعدد ناظر به یک فعل بود، نمی توانستید. شما هم حسب ماده 46 قانون سابق هم می بایستید اشد مجازات یکی از عناوین رو در واقع قاضی در نظر می گرفت، ولی این رعایت نمی شد. سال 88 هم بسیاری از دوستان ما که همین الان هم زندان هستن تو امان، هم اتهام ماده 610 قانون مجازات سابق، یعنی اجتماع توانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور برایشون تفهیم میشد، هم تبلیغ علیه نظام، هم فعل مثلا اهانت به رهبری، و همه اینها منشأشون فعل واحد بود. یعنی شما با یک مصاحبه واحد یا یک مقاله واحد هر سه اتهام یا هر چهار اتهام براتون تفهیم میشد، در صورتی که این عمل مطلقاً غیرقانونی بود، ولی این کار رو میکردن. داستان این است که قانون مجازات فعلی ما که یک قانون مجازات پسرفته هست، یعنی شما با قانون مجازات سابق، قانون مجازات 1155 وقتی مقایسه میکنید با قانون مجازاتی که جرایم رو به جنبه و جنایت تقسیم میکرد و در واقع روی کرده اصلاح مجرم رو در پیش داشت، از اون میای ما به لایحه قصاص میرسیم بعد از انقلاب، که در واقع گروه هایی که به لایحه قصاص هم اعتراض میکنن یا تنها گروهی که یا تنها حزبی که در واقع به لایحه قصاص به شکل بسیار برجسته و مبرز اعتراض میکنه، هم از ناحیه آیت الله خمینی به ارتداد در واقع محکوم میشه یا مرتد خوانده میشه. جان کلام این است که ما از اون قانون مجازات، قانون مجازات سابق، میایم به لایحه قصاص میرسیم. یعنی از یک حقوق موضوعه، از یک حقوق عرفی، ما میایم به چه میرسیم؟ به یک حقوق شرع، نظام حقوقی شرعی، و از یک رویکرد جزایی ناظر به اصلاح و بازگرداندن مجرم میایم میرسیم به رویکرد قضایی، رویکرد جزایی ناظر به انتقام. یعنی شما در قصاص چه چیز رو میبینید؟ قصاص آیا جز انتقام در واقع جنایت دیده نسبت به جانی هست، بزهد دیده نسبت به در واقع مجرم هست؟ جز این نیست. یا در حدود هم همین گونه است. در حدود شما با عناوینی مواجه هستید که در جهان مدرن اساسا جرم انگاری نسبت به اونها بسیار مضحک هست. یعنی در جهان مدرن شما مثلا جرمنگاری فعل مثلا شرب الکل، اگر شرب خمر صحبت بکنید، یا اگر دو نفر با رضایت کامل در واقع رابطه جنسی با هم داشتن، از جرمنگاری این بخواید صحبت بکنید، اینها مطلقا خرد جهان امروزی نمیپذیره. ولی ما یک پسرفت قانونی رو در واقع تجربه میکنیم، از قانون مجازات سابق به قانون مجازات اسلامی، لایحه قصاص، لایحه حدود و دیات و قصاص، و بعد نهایتاً قانون مجازات اسلام. گفتگو میکنیم با آقای پیمان عارف، حقوقدان و عضو جبهه ملی ایران در ترکیه، و آقای محمد مصطفی، حقوقدان و وکیل دادگستری در اسکاندیناوی. کارنامه حقوق بشر پس از انقلاب اسلامی در ایران رو بررسی میکنیم. ادامه خواهیم داد تا لحظاتی دیگر.
آقای مصطفی، گروهی بر این اعتقاد و باور هستن از نظر جامعه شناسی آنچه که امروز داره انجام میشه در ایران یا از 23 بهمن ما آغاز شد در نقض حقوق بشر به خصوص در زمینه مسائل قضایی، این به یک نحوی مرتبط با جامعه است. به چه معنی؟ یعنی اینکه آمدند و دستگاه قطع دست درست شد در آوردن چشم، در اجرای قصاص دستگاه درست شد، پزشکانی آمدن نظارت کردن و این استفاده کردن از این دستگاه ها، هیچ اعتراض گسترده‌ای نشد، آمدن سنگسار کردن، گروهی از مردم به تماشا رفتن، اعدام در ملأ عام انجام شد، مردم آمدن به تماشا ایستادن، بچه هاشون هم حتی آوردن و همه این رویدادهای این 35 ساله‌ای که چنین شد، کسی رو گرفتن و شبانه بردن، فردا صبح جسدش رو حتی به خانوادش تحویل ندادن و باز در همسایه چیزی نگفت. تا چند از این نظر واقع بینانه است یا بازتاب واقعیت جامعه ایران هستش؟ چه نظری آقای چالنگی؟ این نظری که این تاخت و تاز قوه قضاییه و دستگاه قضایی حکومت اسلامی و اجرای چنین احکامی مورد تایید ضمنی بخشی از جامعه ایرانی است. ببینید، خب در ابتدای برنامه، در ابتدای قسمت دوم برنامه اشاره کردید به موضوع حقوق بشر بعد از انقلاب. میتونم خیلی شفاف خدمتون عرض بکنم که عمده مشکلاتی که ما در زمینه حقوق بشر داریم و قبلا هم داشتیم عدم اطلاع و آگاهی افراد، نه اکثریت افراد نسبت به مسائل حقوقی و حقوق بشر هست و اکثرا به حقوق خودشون آشنا نیستن، اکثرا نمیدونن که حقوق بشر یعنی چی، اکثرا نمیدونن که آزادی بیان یعنی چی. و خب وقتی که من اون اوائل که به سمت سوی حقوق رفتم و به دانشکده حقوق رفتم، وقتی قانون اساسی اومدم یک بار خوندم، واقعا تعجب کردم، گفتم که چرا مردم ایران این قانون رو اومدن بهش بله گفتن، چرا با چشمان بسته اومدن به یه سندی رأی دادن بله گفتن که اصلا این سند در عمده قسمت‌های مهمش که به حکومت برمیگرده ناقص حقوق بشر هستش. و خب مسلما یک نظام کاملا دیکتاتوری رو در اون زمان مردم پذیرفتن و بعدها هم یواش یواش به آرامی خب حکومت آقای خمینی تثبیت شدش و بعد افراد بسیار زیادی اعدام شدند و همینطور گذشت و تا الان. اگه که الان بخوایم بدونیم وضعیت حقوق بشر به چه صورتیه، باز هم از نظر آگاهی مردم ایران آن مقداری که باید آگاه بشن نسبت به حقوق خودشون واقعا نیستن، به دلیل اینکه ما آموزش و پرورش اشتباهی داشتیم، آموزش پرورش ما نقص‌های بسیار زیادی داره و از نظر مسائل دیگر حقوق بشر هم ما به همین صورت هستیم، ما نقص‌های بسیار زیادی در رابطه با حقوق بشر داریم. شما 30 ماده در منشور جهانی حقوق بشر هستش، اگر شما از اون ابتدا مواد منشور جهانی حقوق بشر رو بخونید تا اون انتهاش شما حتی یک ماده قانونی رو نمیتونید پیدا کنید مبنی بر این که حقوق بشر رعایت شده باشه. مثلا در ماده اولش من مثال میزنم، میگم تمام افراد بشر آزاد زاده میشن و از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابر هستن، ولی واقعا ما در ایران افراد از نظر حیثیت و کرامت با هم برابرن، زنها و مردها با هم برابرن یا اقلیت ها با هم برابرن نیستن. و یا مواد دیگری که اگه بخوام بهشون توضیح بدم، مثلا ماده 3 گفته هر فردی حق زندگی داره، واقعا در ایران ما مردم این حق زندگی رو واقعا دارن یا آزادن یا امنیت شخصی دارن؟ واقعا امنیت شخصی دارن؟ نماینده های مجلس ما هم امنیت شخصی ندارن. ببینید آقای مطهری رو حتی
منزلش هم شنود گذاشتن، دفتر کارش هم شنود گذاشتن، یا خیلی از موارد دیگه. من عقیده دارم که در ماده 4 منشور جهانی حقوق بشر که اومده هیچ کس را نباید در بندگی یا بردگی نگه داشت، عقیده دارم که قوانین ما در رابطه با حقوق زنان یک نوع بردگی است. یعنی مردها به راحتی زنان رو به عنوان یک برده میتونن ازش استفاده بکنن، زن در مقابل مهریه باید ازدواج بکنه، یعنی اینو خرید فروش انجام میشه، زنها در مقابل کاری که میکنن پول دریافت میکنن، یا اگر که زنی با شوهرش ارتباط رابطه جنسی نداشته باشه، اون مرد حق این رو داره که بهش نفقه پرداخت نکنه، یا اینکه زن حق نداره که از همسرش طلاق بگیره مگر اینکه شرایط خاصی وجود داشته باشه. یعنی از ابتدا تا انتها این مسائل وجود داره، هرچند زنها با آگاهیشون میتونن غلبه بکنن به این قوانین تبعیض‌آمیز این چنینی، اما ما از نظر دانش حقوقی به خصوص مسئله حقوق بشر، آموزش حقوق بشر در بین کودکان، نوجوانان و جوانان با مشکلات عدیده ما مواجه هستیم. واقعا نمیدونیم که دموکراسی یعنی چی. وقتی که انتخابات میشه میلیون ها نفر به خیابان ها میان رأی میدن و واقعا نمیدونن که آیا رأیی که دارن میدن بر اساس یک انتخابات آزاد بوده. این چه انتخاباتیه که ما یک عده‌ای در شورای نگهبان 4 نفر یا 5 نفر یا 6 نفر رو انتخاب میکنن، یکی از یکی بدتر، و به ما میگن که شما باید برید به این 6 نفر فقط رأی بدید. یا در خیلی از موارد دیگه مردم آزادانه حق رفت و آمد به خارج از کشور رو ندارن. آقای جعفرپناهی این حق رو نداشت که بتونه بره جایزه خودش رو در برلین بگیره، در صورتی که طبق منشور جهانی حقوق بشر یا حتی قوانین داخلی ما نباید این حق گرفته بشه. اما میبینیم مثلا ازدواج حتما باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد صورت بگیره. آقای مصطفی، اما بله که اینا شرح قوانین هست، به زنان اشاره کردید، من فقط اینجا اشاره بکنم که وکیل با زنی که وکیل دادگستری است، بانویی که وکیل دادگستری است مثل خانم نسرین ستوده، چه بر سر ایشون آوردن، به زندان فرستادن. پرسش من به طور خلاصه این بود که همه این کارها انجام میشه، اینی که مورد اعتراض در موارد گسترده قرار نمیگیره، آیا تعبیر دومش این نیست که ریشه در حمایت ضمنی بخشی از جامعه داره؟ وگرنه چجور هست؟ پرسشه چجور هستی به تماشای اعدام میستن؟ بله، وقتی که اگه که با این دید بخوایم نگاه بکنیم، بله اگه بخوایم با این دید نگاه بکنیم که مردم در این گونه موضوعات شرکت دارن، مثل انتخابات یا اعدام ها به صورت دست جمعی شرکت میکنن، بله، ولی این هم باز ریشه در این داره، نیشه در عدم آگاهی داره، این هم ریشه در عدم اطلاع کافی داره، و ریشه در این داره که این حکومت در حال این هستش که ایدولوژی خودش رو تلقیم بکنه به مردم ما. خب اینو میشه پذیرفت، گروه آگاهی ندارن، اطلاع ندارن، اعلامیه حقوق بشر رو نخوندن. عرض کنم خدمتتون آقای حسن، آقای محله 400 اینا نداره. اما آقای مصطفی، من سوالم از آقای پیمان هست، اجازه بدین وقتی که هست ببینیم. بعد از انقلاب اسلامی در ایران کسانی که همه جور آگاهی داشتن، کسانی که مدافع حقوق بشر بودن، من اسم میبرم، مثل آقای علی اصغر حاج جوادی، روزنامه‌نگار سرشناس ایران، سردبیر کیهان و امثال ایشون، حتی چند وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر در اون زمان، یعنی سخنی رو تایید کردن، اعدام‌های بر پشتبان مدرسه علوی، که اینها نیاز به محاکمه ندارن. همون حرفی که آقای خمینی بعدها درباره یک سازمان دیگه زد، راجع به سازمان مجاهدین خلق زد. قبل از اون آقای حسین جوادی راجع به امیران ارتش ایران، که اینها نیاز به محاکمه ندارن، همین شناساییشون کافیست برای مجازات اعدامشون. حرف من این هستش که ببینید آقای عارف، حرف من این هستش که تا چند اندازه
این وضعیت به قول سعدی در ابتدا بنیاد ظلم اندک بود، هر که آمد مزیدی بران کرد، تا چند اندازه در این معماری ظلم بخشی از جامعه یا بخشهایی از جامعه نقش دارن؟ یعنی فکر اینو نکردن آقا اول ما انسان هستیم، حالا اون همسایه من مسیحی، یهودی، بهایی، زرتشتی، اصلا دین نداره به جای خود، ولی انسانه، حقوق مشترک ما به عنوان انسان باید رعایت بشه، و اگر مجرم از این داستان دیگه است. بفرمایید تا چند دلیل خود جامعه نقش داره تایید میکنه این اعدام باید گردد ها از کجا میاد؟ بفرمایید. من فرمای شما رو درک میکنم. در واقع فرهنگ عمومی جامعه ایرانی فرهنگ عمومی ما قبل مدرن هست و ما از یک فرهنگ عمومی ما قبل مدرن و ما قبل حقوق بشر در واقع رنج میبریم، و یعنی حاکمان ما که در خلک قدرت رو در دست نگرفتن یا در خلک زیست و سامان سیاسی خودشون رو در واقع صورتمندی نکردن، اینها هم بخشی از این جامعه هستن. اگر در فرهنگ عمومی ما یک مطلبی به رسمیت، یک مطلب بسیار اساسی، یک نکته بسیار اساسی فلمسل به رسمیت شناخته نمی شود، اون مطلب چیز حوزه خصوصی است. یعنی ما در فرهنگ عمومی داریم زندگی میکنیم در ایران که شهروندان حوزه خصوصی یکدیگر رو به رسمیت نمیشناسند. بنای حقوق بشر بر فردیت و بنای فردیت اندیویدوالیسم بر حوزه خصوصی است. یعنی شما اول باید تفکیک بکنید که یک حوزه عمومی دارید و یک حوزه خصوصی. حوزه خصوصی حوزه در واقع حقوق و اختیارات فرد هست و جامعه هم در واقع چیزی جز جمع جبری فردها نخواهد بود، و لذا شما وقتی که این گونه بنگرید، یعنی نقطه عزیمت شما حوزه خصوصی بوده باشد و فردیت بوده باشد، شما با این نقطه عزیمت از فرد در واقع روکرد حقوقیتون رو سامان میدید و فرد محق هست که نقطه عزیمت شماست، و آنگاه این فردها که حقوقشون نسبت به هم در واقع تداخل پیدا خواهد کرد، اون تداخل نقطه ایست که تکالیفشون نسبت به دیگری شروع شود. به دیگر سخن آزادی فرد رو فقط آزادی فرد دیگر محدود خواهد کرد. اما اونچه که اتفاق میفته این است که در فرهنگ عمومی جامعه ما شما چنین روکردی رو نمیبینید. یعنی ما هنوز در دوران ما قبل فردیت، در دوران ما قبل فهم حقوق بشری داریم زندگی میکنیم. از این رو جامعه استقبال میکند که اگر مثلا زن و مردی با رضایت توامان با هم رابطه جنسی داشتند، از بخشی از این جامعه از سنگسار اینها استقبال میکند، بخشی از این جامعه از این که در واقع نهاد دولت این حق رو داشته باشد که در روابط خصوصی افراد و شهروندان ورود پیدا بکنند استقبال میکنند، میرند سنگ میزند یا اعدام میکنند یا به تماشای اعدام مینشیند، از قصاص استقبال میکنند. آیا در این 30 سال بعد از لایحه قصاص، 33 سال بعد از لایحه قصاص از سال 60 تا کنون کسی گفت که من از این که محق برای قصاص بوده باشم احساس شرمندگی دارم؟ سپاسگزار هستیم آقای پیمان عارف عزیز در ترکیه و با آرزوی موفقیت برای شما و همه جوانان ایران زن. سپاسگزار هستیم. و سپاسگزار هستیم آقای محمد مصطفی گرامی، حقوقدان. منم از شما سپاسگزارم. من وکیل دادگستری در اسکاندیناوی. سلامت. امیدواریم هر دو مهمان گرامی در برنامه های آینده نیز با من و شما عزیزان بینندگان تفسیر خبر باشه. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. در برنامه فردا شب تفسیر خبر به طور مفصل درباره گرد و غبار مسموم خوزستان و سهل‌انگاری حکومت ایران در این زمینه بحث و تفسیر خواهیم داشت. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، آسماری، کوهساران دراک، الوند، کوه
زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. We'll be right back.